زبان نوشتار در شطرنج. اگر یادتون باشه توی دومین ویدیو تساوی راجع به ادعای تساوی برای قانون 50 حرکت و ادعای تساوی برای 3 بار تکرار وضعیت صحبت کردیم و گفتیم حالا چه شرایطی داره و اینکه گفتیم این ادعا کردنه تو بازی هایی میتونه انجام بشه، تو بازی های حضوری میتونه انجام بشه که بازی ثبت میشه. بعد گفتیم که حالا این ثبت حرکات رو شما بلد نیستید فعلا، بعدا بهش میرسیم و الان تو این جلسه میخوایم راجع به ثبت حرکات صحبت کنیم که اصلا چرا، چیه و چه جوریه و چه درد میخوره. جواب این سوال که به چه درد میخوره دو تا جواب خیلی مهم داره. یکی این که اگر شما بخواید یک مسابقه رسمی حضوری که فکری هستش، یعنی تایم کنترل بالا، یعنی حدود 90 دقیقه داره، معمولا ثبت حرکات اجباریه، یعنی اصلا افراد نمیتونن بازی رو ثبت نکنن تو بازی فکری. حالا بازی بلیتس و رپید معمولا الزامی نیست، ولی تو بازی فکری شما باید ثبت کنید و اگر ثبت نکنید حریفتون میتونه اعتراض کنه، داور صدا بزنه و بگه حریف من حرکات رو ثبت نمیکنه. پس این دلیل اول که شما حتما باید ثبت حرکات رو بلد باشید. حالا فرض کنیم شما اصلا بگید که آقا من نمیخوام مسابقات حضوری شرکت کنم، نمیخوام برم، فقط تو همین آنلاین میخوام بازی کنم در حد همین سایت های لیچس و چس.کامی که گفتیم. باز حالا اینجا شما همچنان نیاز دارین به این داستان ثبت حرکات. چرا؟ حالا فرض کنید شما بخواید یه کتابی رو بخرید، یه کتاب شطرنج رو بخرید و بخواید خودتون مطالعه کنید، دانشتون رو در مورد بازی شطرنج افزایش بدید. شما هر کتاب شطرنج رو ببینید به این علائم بر میخورید و بازی ها و حرکات با این علائم تو کتاب ها نوشته میشن و فرض بر اینه که خب خریدار کتاب این زبان رو بلده. برای همین باز هم به این زبان نوشتار شطرنج نیاز پیدا میکنید. حالا جای دیگه که باز ممکنه نیازتون بشه اینه که مثلا احیانا من حالا برای این دوره شاید تمرینی در نظر بگیرم، یا جای دیگه شما تمرینی ببینید و بخواید جوابتون رو بنویسید، اینکه جواب اون تمرین چیه. باز دوباره برای جواب دادن اون تمرین نیاز دارید به این زبان نوشتار مسلط باشید. پس دلایل زیادی داریم برای اینکه یادش بگیریم. بریم ببینیم چه جوریه. خیلی ساده است. خب ما قبلا مختصات سفر رو آشنا بودیم دیگه، ستون‌ها رو اسم گذاری کردیم، ارزها رو هم اسم گذاشتیم، برای همین هر خونه اسم داره. ثبت حرکات خیلی ساده است، به این صورت انجام میشه که شما حرف مربوط به اون مهره‌ای که حرکت کرده رو اول می‌نویسید. حالا حرفا رو توضیح میدم و در نهایت خانه مقصد رو اضافه میکنید. از این ساده تر دیگه نمیشه. البته این یه نوع از ثبته، ولی مرسوم ترینش هست که کاملا کار را بندازه و اکثر کتاب ها هم به این زبان نوشته میشن. بقیه هم مشابه همین هست، ولی در شاید 95% به بالا همه جا از همین روشش استفاده میشه. گفتیم پس حرف مورا، هر مهرهی حالا چه سفید چه سیاه یه حرفی داره. بریم حرفا رو آشنا بشیم. اول مهره شاه که ما به فارسی بهش میگیم شاه، در زبان انگلیسی بهش میگن کینگ و همین اولین حرف رو بر میدارن و میذارن واسه این مهره. پس مهره های شاه سفید و سیاه حرف کی بزرگ، توجه کنید حرف مهره همه بزرگن. مهره شاه کینگ، حرف اولش رو بر میدارن، کی رو میدن به شاه. وزیر چه سفید چه سیاه میشه کوین یا ملکه، در زبان انگلیسی بهش کیو بزرگ رو میدن. فیل سفید و سیاه بیشاپ، که حالا تو انگلیسی یعنی اسقف، اون افرادی که توی کلیسا کار میکنن، بی، حرف بی بزرگ براش انتخاب میشه. و اسب، حالا تو انگلیسی بهش گفته میشه نایت یا شوالیه، که ما چون اول نایت یه کی ناخوانا هست اول کلمش و کی رو قبلا به شاه دادیم، اسب رو میذاریم ان بزرگ. مهره رخ سفید و رخ سیاه هم آر، روک به انگلیسی بهش میگن روک، براش آر استفاده میکنیم. پیاده ها هم سفید هم سیاه، اسمشون پاونه به انگلیسی، اما پیاده ها رو ما براش چیزی نمینویسیم و اگر دیدیم جایی اسم مهره ذکر نشده
میفهمیم که پیاده است. بریم یه مثال ببینیم. اول آشنا بشیم با این داستان سبت یه مقدار. این چیزی که این سمت راست الان میبینید یه نمونه از برگ سبت. برگ سبت معمولا بالاش حالا انواع مختلفی داره، ولی این چیزهای اصلی رو همشون دارن. اسم سفید یه جا باید نوشته بشه، بازیکن سفید. اسم بازیکن سیاه باید یه جا نوشته بشه. حالا اسم مسابقه، تاریخ، دور چندمه و نتیجه نهایی بازی حالا میگیم که چجوری نوشته میشه. بعد شما یه سری عدد دارید اینجا، یک دو همینجوری میره تا مثلا 60، بعضی برگ سبت ممکنه تا 40 بره. حرکات سفید در ستون سمت چپ و حرکات سیاه در ستون سمت راست نوشته میشه. به همین شکل میریم بعد، یعنی اینجا حرکت 20 که انجام بشه، حرکت 21 هم اینجا نوشته میشه. سفید سیاه، سفید سیاه، همجوری پر میشه برگ سبت، به این شکل میره جلو. یعنی از اینجا شروع میشه اینجوری، میریم حرکت 20 میاد اینجا، 21 میاد تا پایین، 40، 41 و به همین صورت سفید سیاه، سفید سیاه، ترکه 60. حالا اگر بازی بیش از 60 حرکت طول بکشه، بازیکن ها میتونن ساعت رو نگه دارن و به داور بگن که برگ ثبت لازم دارن. مثلا الان چیزی که گفتم چی بود؟ پس حرف اول به علاوه خانه مقصد. الان فرض کنیم مثلا سفید حرکت اول اسبش رو برداره و بیاد تو خونه F3. خب چی میشه ثبت این حرکت؟ باید حرف اسب یادتون بیاد. حرف اسب N بود. خب N بزرگ رو می نویسیم و خانه مقصد میشه NF3. حالا این نرم افزار ببینید الان خودش به صورت خودکار می نویسه. NF3. ثبت اولین حرکت NF3. حالا حرکت سیاه. مثلا پیادهش رو بیاره D5. می تونستیم پیاده رو بنویسیم PD5. درسته؟ چون اول اسم پیاده پاون بود دیگه. یعنی اسم پیاده پاوند بود که اولش پی بود. دوست می‌داریم پی دی 5، اما برای سادگی کلاً پیاده ها رو نمی‌نویسیم و هر جا دو تایی باشه یعنی حرکت پیاده انجام شده. و الان دی 5 یعنی یک پیاده ای رفته تو دی 5 که میشه این حرکت. حالا مثلا سفید حرکت ای سر رو انجام بده. پیاده رو برده تو ای سه، باز چون پیاده است دیگه نمی‌نویسیم پی، نمی‌نویسیم پی ای سه، می‌نویسیم ای سه خالی. حالا مثلا سیاه فیل رو بیاره بیرون، مثلا فیل رو بیاره اینجا، ثبتش چی میشه؟ یکم فکر کنید. فیل رو بیاره اینجا، خانه مقصد جی چهاره. فیل چی بود؟ بی بود، میشه بی جی چهار. به همین صورت بازی ثبت میشه و میره جلو، دونه دونه حرکات ثبت میشن و بازی میره جلو. بریم مثال بعدی. الان مثلا ثبت حرکات مختلف رو یه دور ببینیم. مثلا این حرکت میشه چی؟ خب مهره فیله، حرف اولش بیه، میشه میره خونه جی 5، میشه بی جی 5. مثلا رخ آ1 رو به جاش تکون بدیم، خونه مقصد بیه که مهره رخ میشد روک، حرفش آر بود. اون حرفا رو باید حفظ کنید. شاه کی، وزیر کیو، رخ آر، فیل بی و اسب ان. پیاده هم چیزی نداره. این 5 تا رو باید حفظ باشیم. حالا هم برای سفید هم برای سیاه این هم. این میشه چی؟ خونه مقصد بی 1، حرفش هم که آر. آر بی 1. حالا مثلا سفید آر بی 1 رو انجام بده، رخ رو بیاد بی 1. سیاه این چه حرکتی میشه؟ ثبتش میشه خونه مقصد خونه ای 7، حرف مهره کیو و کیو رو هم میبینید که بزرگ می‌نویسیم. با شاه حرکت کنیم، بیایم اینجا چی میشه؟ حرف شاه کی بود، خونه مقصد H1، کی H1 میشه ثبت این حرکت. همونطور که می‌بینید تو این نوع از ثبت اصلا خونه مبدأ مهم نیست. یعنی مثلا من این وزیر رو چه از اینجا بیارم E7 که شد کیو E7، چه حالا مثلا فرض کنید وزیر رو بیارم D7، بعد شاه بیاد H1، دوباره کیو رو بیارم، یعنی وزیر رو بیارم E7، دوباره میشه کیو E7. یعنی ثبت حرکت ربطی به خونه مبدا نداره، ربطی به این نداره که ما مهره رو از چه خونه آوردیم. همونطور که ببینید ثبت حرکات خیلی منطق ساده ای داره، فقط کافیه شما 5 تا حرف رو حفظ کنید. پیاده آسه که دیگه پی رو نمی نویسیم که کوچیک‌تر بشه و راحت‌تر باشه. بریم موارد بعدی.
تا اینجا ثبت ساده رو یاد گرفتیم، یه سری موارد دیگری هم داریم مثل زدن مهره. الان اگر من وزیر رو بیارم توی این خونه، ثبتی که ما تا حالا یاد گرفتیم چی بود؟ خب اینکه وزیر میشه کیو، خونه مقصد A7 میشه کیو A7. حالا چون یه مهره رو داره میزنه خیلی ساده است، بعد از کیو ما یه ضرب در اضافه میکنیم. میبینید نرم افزار اضافه میکرد کیو ضرب در A7. پس اگر زدنی صورت بگیره بعد از حرف اون مهره ما یه ضرب در اضافه میکنیم. وزیر H3، این حرکت تا الان ثبتش برای ما میشد کیو H3، اما این کیو H3 اینجا چون کیش میده یه مثبت هم اضافه میکنم به معنای کیش. پس این مثبت رو اگر جایی دیدید به معنای کیشه، یا اگر داشتید بازیتون رو ثبت میکردین تو مسابقه، اگر کیش دادین معمولا باید یه مثبت اضافه کنید که اونقدر حالا اهمیت زیادی نداره، ولی معمولا همه بازیکنان این مثبت و این ضرب در رو واسه زدن و کیش اضافه میکنن. حرکت دیگه وزیر E8 که سیاه مات میشه، همونطوری که میبینید نمیتونه رفع کیش کنه. علامت مات هم یه هشتگه، یه علامت، یعنی دوتا خط افقی و دوتا خط عمودی با هم تقاطع داده میشن. هر وقت مات صورت بگیره یه علامت هشتگ جلوی اون حرکت میذارن. پس سه تا علامت دیگر رو یاد گرفتیم: زدن، ضرب در، کیش هر وقت دادیم مثبت، مات که انجام بشه یه دونه هشتگ جلوی اون حرکت معمولا میذارن. بریم جلوتر. قلعه. آیا قلعه رو اینجوری بنویسیم که کاجی یک رخ اف یک، یعنی بنویسیم برای یه قلعه بنویسیم کاجی یک آر اف یک، چون این میاد تو جی یک این هم میاد تو اف یک دیگه، یا مثلا برای قلعه بزرگ بنویسیم کاسی یک آر دی یک، برای قلعه سیاه بنویسیم کاسی هشت آر دی هشت. خب اینجوری خیلی طولانی میشه، یه کار ساده تر میکنم. قلعه های کوچیک رو، یعنی سمت اینور سمت ستون اچ رو، با صفر خط تیر صفر نشون میدم. میبینید صفر خط تیر صفر، صفر خط تیر صفر. قلعه کوچیک برای هر دو طرف هم یکسانه. قلعه بزرگ رو چی؟ حالا فرض کنیم مثلا اینجا سیاه به جای قلعه کوچیک قلعه بزرگ میرفت، یه صفر اضافه، یه خط تیر و یه صفر اضافه. الان سیاه قلعه بزرگ رفت، ثبت حرکتش میشه یه صفر، یه خط تیره، یه صفر، یه خط تیره و یه صفر، که ساده تر میشه و برای هر دو بازیکن سیاه و سفید هم به یه شکل در میاد. الان من با سفیدم اگه قلعه بزرگ میرفتم، مثلا قلعه بزرگ تو حرکت اول، دوباره سه تا صفر و دو تا خط تیره بینش. این هم از حرکت قلعه. پس دیگه نمی نویسیم کاجی یک آر فلان به شاه و رخ، کاری نداریم، حرکت خاص قلعه رو اینجوری نشون. مورد بعدی ترفیع پیاده است. باز هم خیلی منطقه ساده ای داره. این حرکت تا الان یاد گرفتیم چی بود؟ میشد A8. خب میگفتیم پیاده، دیگه P رو نمی نویسیم، به جای اینکه بنویسیم PA8 می نویسیم A8. خب اینو که تا الان بلد بود. حالا چون ترفیعه، به هر حال پیاده سفید رسیده به عرض هشتم دیگه، PA8، باید مشخص کنیم چه مهره ای ترف، یعنی تبدیل به چه مهره شده اون پیاده. از علامت مساوی استفاده میکنیم، یعنی مینویسیم A8 مساوی اون مهره‌ای که اومده تو. مثلا فرض کنیم وزیر. یه چیزی توجه کنید، این نرم افزار حالا این مدلی مینویسه که مساوی رو نمیذاره، اوکی، ولی شما هر وقت اینو دیدید بدونید که ثبت درست و کاملش، حالا اینجوری هم بنویسید احتمالا اشکالی نداره، ولی درست و کاملش و چیزی که احتمالا توی کتاب‌ها شما میبینید اینجوری مینویسن که A8 مساوی کیو. حالا اینجا مساویش رو نمیذاره تو این نرم افزار، ولی شما حتما مساویش رو بذارید و تو کتاب هم اگه دیدید جای مساوی گذاشته بدونید که منظور جلوی حرکت، اگر مساوی گذاشته منظور اینه که داره ترفیع میشه جلوی حرکت پیاده ای که راجع به ترفیع هست. الان مثلا باز سیاه فرض کنید اینجا ترفیع کنه، مثلا ترفیع کنه به رخ، میشه چی؟ تو چه خونه ای ترفیع شده؟ یه لحظه من اشتباه رفتم، تو چه خونه ای ترفیع میشه؟ تو D1، درسته؟ خب پس حرکت D1ه، می نویسیم D1 مساوی با مثلا ترفیع به رخ. خب رخ حرفش R بود دیگه، R D1 گفتم، باز اینجا مساویشو نمیذاره، D1 مساوی با R. حالا سفید مثلا این یکی رو ترفیع کنه به اسب، میشه چی؟ میشه C8 مساوی با N، حرف اسب N بود دیگه. حرف سوارها رو هم همیشه بزرگ، حرف ستونها رو هم همیشه کوچیک.
فرض کن این رو هم سیاه ترفیع کنه به فیل، میشه چی؟ میشه بی یک مساوی با بی، بی اول کوچیکه چون مال ستونه، بی یک مساوی با بی میشه ثبت این حرکات. بریم ادامه بدیم. زدن پیاده یک کوچولو فرق میکنه اما باز منطقش همونه. الان فرض کنید حالا اینو که بلد بودیم، این میشه بی سه، این هم میشه بی چار، یعنی پی بی سه پی بی چار که دیگه پی ها رو گفتیم نمیدونست. زدن رو چجوری بنویسیم؟ اصلا اگه بنویسیم آسه، چون دیگه پی گفتیم نمیذاریم دیگه، حالا اگر مینوشتیم پی ضرب در آسه میشد، میتونستیم بنویسیم پی ضرب در آسه برای این زدن، چون خونه مقصد آسه است دیگه. اما چون گفتیم واسه پیاده ها نمیذاریم، واسه پیاده ها حرف پی رو نمیذاریم، اینجا هم همون روند رو ادامه میدیم، به جاش اسم ستونش رو میذاریم، میگیم اون پیاده ای که تو ستون بی بوده مهره آسه رو زده. میبینید اینجا نوشته بی، بی کوچیک، اشاره به ستون داره، بی کوچیک، حواستون باشه بی کوچیک ضرب در آسه. بازم اون مهره‌ای که داره میزنه خیلی تو ثبت اصلا تأثیر نداره، حالا چه اسب رو بزنه تو آسه، چه رخ رو بزنه تو آسه، چه وزیر رو بزنه، باز میشه بی ضرب در آسه، مهره‌ای که داره گرفته میشه تو ثبت تأثیر نداره. این زدن چی میشه؟ ما داریم با پیاده ستون بی میزنیم تو خونه سی سه، یا مهره تو خونه سی سه رو داریم میزنیم. خب اول ستونش رو ذکر میکنیم، بی کوچیک ضرب در سی سه، بی کوچیک ضرب در سی سه. خب بریم این یکی پیاده، مثلا اینجا دی هشت میکردیم، این دی هشت میکردیم و که بلدیم یاد گرفتیم، دی هشت مثلا مساوی با کیو، که حالا اینجا یه نکته جالبی هم که اتفاق میفته اینه که یه مثبت هم تهش میذاره دیگه، چرا؟ چون شاه کیش میشه، کاری نداریم. این چیه؟ این زدنه. خب پس ستونش رو اول بگیم، میشه دی ضرب در سی هشت، اوکی؟ میشه دی ضرب در سی هشت، اما چون پیاده ترفیع هم پیدا میکنه مینویسیم دی ضرب در سی هشت مساوی با حالا اون سواری که میاد جاش، مثلا فرض کنیم رخ میخوایم یا مثلا فیل میخوایم بذاریم جاش، میشه دی ضرب در سی هشت مساوی با بی، دی ضرب در سی هشت که حالا گفتم در حساب مساویش رو نمیذاره، مساوی با بی، بی بزرگ چون فیل سوارش رو بزرگ میدونست. این اینجا رو من برای این ایجاد کردم که آمپاسان رو هم یه بررسی داشته باشیم، توی حرکت خاص یک با آمپاسان آشنا شدیم دیگه. اگر F6 کنه سیاه، خب این ثبتش میشه چی؟ میشه پیاده از ستون ای میره خونه F6 رو میزنه، میشه ای ضرب در F6، اوکی؟ ای ضرب در F6. اگر F5 انجام بده حرکت دو خانه ای انجام شده، خانه عبوری توسط پیاده زیر ضربه، پس قابلیت آمپاسان برای پیاده ای 5 فعال میشه. خب ما اگر اینو بذاریم ثبت حرکتش چجوری میشه؟ جواب اینه که آمپاسان هم عین همون قبلی که اگر سیاه F6 میکرد عین همون ثبت میشه. پیاده ای داره زدن انجام میده تو خونه F6. حالا کاری نداریم آمپاسانه. دوباره میشه ای ضرب در F6. یعنی ثبتش عین همون حالتی میشه که سیاه F6 کرده. فقط تو بعضی از کتاب‌ها وقتی عمل آمپاسان اتفاق میفته واسه اینکه حالا یه تمایزی قائل بشن، آخر حرکت آمپاسان یه ای و پی کوچیک می نویسن، یعنی می نویسن مثلا اینجا می نویسن ای ضرب در اف 6 ای پی، یه ای و پی کوچیک به هم می چسبونن که مخفف کلمه آمپاسان به فرانسه است، ولی ممکنه بعضی کتاب هم ننویسن. خلاصه آمپاسان یعنی اینجا و حالا حرکت اف 6 این هم ثبت میشه، چه F5 ای در F6 این هم ثبت میشه. این هم از پیاده و زدنش و ترفیعش. بریم ادامه بدیم. یه نکته مهم دیگه که تو ثبت هست و حالا تو کتاب ممکنه تا الان دیده باشید، اونم اینه که الان فرض کنید اینجا نوبت سفیده، اینجا فرض کنید نوشته بشه که RD1، فرض کنید شما کتاب باز کردید اینجا نوشته RD1، خب R که یعنی رخ، دی یک هم یعنی این خونه. خب وقتی اگر بنویسه آر دی یک، شما از کجا بفهمید که منظور این حرکته یا این حرکت؟ میبینید مشکل داره از کجا ایجاد میشه دیگه. آر دی یک ابهام ایجاد میکنه، باید ما بگیم
کدوم رخ، یعنی هر وقت که دو تا رخ میتونن بیان یه جا، یا حالا مهرهای دیگه، دو تا مهره از یک نوع میتونن برن توی یه خونه، اگر ما همون ثبت عادی رو بنویسیم ابهام ایجاد میکنه، معلوم نیست منظورم اینه که کدوم مهره اومده توی اون خونه. پس اینجا بنویسیم RD1 کافی نیست. چیکار میکنیم؟ میایم برای اینکه بین این دو تا رخ تمایز قائل بشیم، اگر اینو بیایم ستونش رو هم ذکر میکنیم، مثلا میگیم آره AD1، یعنی میشه آره AD1. نکنید نرمسان هم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اون رخی که تو ستون A بوده اومده تو D1. خیلی منطق ساده ای داره. اون یعنی داره ذکر میکنه، داره خودش اشاره میکنه، میگه اینجا دو تا رخ چون میتونن بیان، دو تا رخ سفید. توجه کنید چون ثبت وقت اینجاست، یعنی هر کس سفیده دیگه. میگه دو تا رخ سفید میتونن بیان تو D1. برای اینکه من رفع ابهام کنم یه A کوچیک اضافه میکنم اونجا، که دو تا حرف اول نشون میده که رخی که تو ستون A هست داره میاد تو D1. اگر این یکی رخو بیام تو D1 چی میشه؟ میگه رخ کجا تو D1؟ میگه رخ E تو D1، رخی که تو ستون Eه. میبینید آره E D1. حالا برای این خونه هم این همون میمونه دیگه. مثلا من اینو بیام میشه آره A B1، خونه مقصد B1ه. اینجا هم مثلا میشه آره E B1. خب حالا یه حالت دیگه ببینیم، مثلا این آره آ رو بیاد C1. حالا فرض کنیم با سیا میخوایم حرکت کنیم، فرض کنیم سیا اینجا حرکت از D7 رو انجام بده. اگر من اینجا بنویسم ND7، اینجا بنویسم ND7، باز ابهام داره، معلوم نیست این اسب اومده یا این اسب. چیکار کنیم؟ حالا اگه باز ستونم بنویسیم باز قاطی میشه، یعنی اگه بنویسیم NBD7، چون جفتشون تو ستون بیان، باز با هم قاطی میشه، معلوم نیست کدوم اومده دیگر. اینجا چیکار میکنیم؟ چون توی یه ستونن عرضشون رو مینویسیم. حالا اگر اینو بیایم مینویسیم N8D7. چون یعنی چی؟ یعنی اون اسبی که تو عرض 8 بوده اومده تو خونه D7. این یکی دیگه معلومه دیگه. میشه N6D7. توجه کنید این ثبت، حالا مثلا فرض کنیم N8 رو بیام D7. این ثبت واسه دو تا مهره از یک نوع دیگه، یعنی مثلا الان من اگه اینو بیام D5، لازم نیست این اسب رو با این اسب جدا کنم، چون الان منتظر حرکت سفیدیم دیگه. قطعا اگر من بنویسم ND5 ما شک نمی کنیم که شاید این حرکت باشه، ببخشید این حرکت باشه، چون الان نوبت سفیده. برای همین الان این بخواد بیاد D5، ما نمی نویسیم دیگه مثلا NED5، نیازی نیست، چون میدونیم نوبت سفیده، فقط یک اسب سفیده که میتونه بیاد D5. ولی اگر بخوایم بریم F5 چی؟ چون دو تا اسب سفید میتونن برن F5، باید مشخص کنیم کدوم. خب اینجا عرضشون یکیه، ستوناشون رو می‌نویسیم. NEF5، می‌بینید NEF5 یا NGF5. اینم از داستان دو تا مهره‌ای که میتونن بیان توی خونه مال یه بازیکن. از یک نوع و مال یه بازیکن. در آخر بازی هم وقتی که حالا سفید ببره یا سیاه ببره، یه نتیجه‌ای که کسب بشه، نتیجه رو تو این قسمت ریزالت که به معنی نتیجه هست اینجا ثبت میکنن. حالا اگر سفید ببره 1-0، یعنی 1 سمت چپ قرار میگیره، 0 سمت راست. اگر سیاه ببره 0-1، یعنی 0 چپ و 1 راست باشه، سیاه برده. و در صورتی که مساوی بشه معمولا با 1/2 یا حالا نیم دیگه، یعنی 5/5 نشون میدن که جفتشون دارن به این اشاره میکنن که بازی مساوی شده. این از داستان ثبت حرکات. الان شما هیچ دیگه چیزی نیست که ندونید برای ثبت حرکات تو بازی‌های رسمی و فکری، و کتاب هم بخواید مطالعه کنید تمام حرکات رو به طور کامل متوجه میشید. و همین، امیدوارم با این ابزاری که تو این جلسه یاد گرفتین، مطالعه کردن کتاب‌های شطرنجی رو شروع کنید و به وسیله اون هر روز سطح دانش شطرنجتون از روز قبل بیشتر بشه. تا بعد، خدا نگهدار.